با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دختره خوبم، بریم سراغ حل تمرین های فصل نهم. خب اولین تمرین صفحه 114 هست. اومده میزان بارندگی ماهای مختلف رو در یک شهر برای ما مشخص کرده، بعد به ما گفته که شما جدول مربوطه رو رسم کنید و نمودارش رو. بچه‌ها یه جدول کشیدیم که اون ردیف بالاش ماه رو نشون میده، ردیف پایینش هم بارندگی رو نشون میده و به این ترتیب پرش کردیم با اطلاعات خود مسئله و اینجا اومدیم یه نمودار میله‌ای براش کشیدیم. توی نمودار میله‌ای این پایین عنوان‌ها رو بیان کردیم، یعنی ماه‌ها رو فروردین، اردیبهشت، خرداد، و اینجا هم مدرجش کردیم، میزان بارندگی رو مشخص کردیم. از 50 من شروع کردم چون کمترین میزان بارندگی 50 بوده، از 50 شروع کردم، 10 واحد رفتم بالا تا 200. چرا تا 200 رفتیم؟ چون بیشترین میزان بارندگیش هم 189 بوده. خب به این ترتیب این ستون‌ها رو روی اینها گذاشتیم. ببینید فروردین میزان بارندگیش 71 میلی لیتر بوده، پس من از 71 اینجا یه خط، یه ستون دو طرف فروردین رو میارم بالا به اندازه 71 میلی لیتر. اردیبهشت 62 بوده به اندازه 62. مثلا مهر ما 189 بوده به اندازه 189 میبرم بالا. اسفند 128 بوده به اندازه 128 میبرم بالا و به این ترتیب این نمودار میله‌ای اون رو رسم میکنم. حالا چند تا سوال پرسیده، اجازه بدید من صورتشون رو بخونم. اولین سوال گفته میزان بارندگی در یک ماه یعنی چی؟ بچه‌ها ببینید، ما بیایم جمع روزهای یک ماه رو، میزان بارندگی که در هر روز مثلا یکم فروردین اینقدر باریده، دوم اینقدر، سوم اصلا نباریده، چهارم پنجم نباریده، ششم اینقدر، هفتم اینقدر، همه رو با هم جمع میکنیم میشه میزان بارندگی مربوط به یک ماه. حالا این خواستیم میانگین بگیریم، تقسیم بر تعداد میکردیم، ولی اینجا بحث میانگین مطرح نیست. خیلی خوب نوشتم، بس یعنی جمع بارندگی در روزهای یک ماه. قسمت ب گفته بیشترین و کمترین مقدار بارندگی در چه ماهایی بوده. بیشترینش بچه از اینجا مشخصه مربوط به مهر ماه بوده و کمترینش هم مربوط به خرداد ماه 50 میلی‌لیتر. قسمت جیم گفته پربارانترین فصل شامل چه ماهایی بوده. بچه ببینید بیشترین ستون، بلندترین ستون ها مربوط به مهر و آبان و آذر هست، یعنی فصل پاییز. قسمت دال گفته در کدام ماه وضعیت هوا برای کارهای ساختمانی مناسب تر است؟ بچه‌ها می‌دونید وقتی میشه کار ساختمانی انجام داد که میزان بارندگی کمتر باشه، هوا خشک‌تر باشه، آفتاب بیشتر باشه، راحت‌تر بشه کار رو انجام داد. توی بارندگی نمیشه کار ساختمانی انجام داد. پس توی ماهایی که بارندگی کمتری هست میشه کارهای ساختمانی انجام داد. یعنی مثلا اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد. توی 4 ماه بهتر میشه کار ساختمانی انجام داد. قسمت ه گفته در چه ماهای بارندگی بیشتر از 140 میلی لیتر بوده؟ توی ماه‌ها شهریور، مهر، آبان، آذر و دی میزان بارندگی از 140 میلی لیتر بیشتر بوده. و قسمت واو گفته میانگین ماهانه بارندگی این سال در شهر رشت چقدر بوده. بچه تمام بارندگی مثلا جمع بارندگی ماه‌ها رو با هم به دست میاریم، 71 به علاوه 62 به علاوه 50 به علاوه 55 تا به علاوه 128، بعد تقسیم بر تعداد ماه‌ها میکنیم، شد 1383 تقسیم بر تعداد ماه‌ها یعنی 12 ماه کردیم، تقریبا شد 100 یعنی شد 115 و خوردی که گرفت به پایین میکنیم میشه 115 میلی لیتر متوسط بارندگی ماهانه این شهر هست. سال دو رو بچه خودتون بخونید، پاسخ بدید، چیز خیلی مهمی نیست. گفته اگه بخواید مهمترین موضوعات درسی ریاضی در کتاب پایه هفتم را بدانیم و به ترتیب اهمیت آنها را مرتب کنیم، آمار و اطلاعات را چگونه و با چه روش جمع آوری میکنیم؟ خب بهترینش اینه شما برید از کسایی که صاحب نظر هستن، مثلا نویسنده های کتاب مختلف، اساتید دانشگاه، معلم هایی که در این زمینه مثلا تجربه دارن، بپرسید بگید مهمترین عناوینش چی است؟ چرا اونا میدونن که هر کدوم از این عنوان ها و سرفصل هایی که شما خوندید بعدها به چه دردی و کجا کاربرد داره، به چه دردتون میخوره. بعد حالا با توجه به
به حساب اطلاعاتی که جمع آوری کردید، حالا بیاین اونا رو مرتب میکنیم با توجه به درجه اهمیتشون. خب دختره عزیزم، بریم سراغ صفحه 117. تا من تختر پاک میکنم شما یه نفس بکشید. خب تمرین صفحه 117. خب بچه ها توی اولین تمرین شماره گفته جدول روبرو تعداد و شماره کفش ساکنان یک ساختمان را نشان می‌دهد. اگر در یک مغازه فقط کفش‌های کوچکتر شماره 40 فروخته شود، چند نفر از ساکنان این ساختمان می‌توانند از این مغازه کفش بخرند. بچه اول یه جدول داده، شماره کفش رو مشخص کرده، مثلا شماره کفش 36, 37, 38 تا 43. بعد با چوب خط تعداد ساکنان این بسام ساختمان که مثلا شماره پاشون 36 هست، شماره کفششون 36 هست رو مشخص کرد. 6 نفر شما بشمارید چوب خط ها رو، مثلا 6 نفر میشه 36، 7 نفر میشه 37، 8 نفر 38 هست، 5 نفر 39 هست، 6 نفر 40 هست. من دیگه جدول رو براتون نمیکشم. 3 نفر 41 هست و 5 نفر 42 هست و 3 نفرم 43. حالا گفته چند نفر میتونن از این مغازه کفش بخرن؟ کفش کوچکتر از 40 داره، یعنی شماره 36 و 37 و 38 و 39. خب 6 نفر 36 هم، 6 نفر 36 بودن، 7 نفر 37، 8 نفر 38 و 9، 5 نفرم 39. اینا رو با هم جمع کنیم، 8 و 15 و 5 20، 20 و 6 نفر بچه ها میتونن از این مغازه کفش بخرن. دیگه شماره 40 نمیتونن کفش تهیه کنن. این از سوال اول. سوال دومش گفته تعداد دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم دبستان یک مدرسه در نمودار زیر نشون داده شده. نمودارم براتون کشیده. بچه ها ببینید تعداد اولیاش، من فقط اینجا می‌نویسم کلاس اولیاش چند نفرن؟ طبق نمودار 60 نفر. کلاس دومی ها طبق این نمودار 40 نفرن و کلاس سومی ها طبق این نمودار 80 نفر هستن. حالا گفتن اگه هر ده دانش آموز رو با یک آدمه که حالا لبخندش رو بدیم، نمودار رو شما کامل کنید. یه نمودار به این شکل برای ما کشیده، گفته شما این نمودار رو کامل کنید. اینجا کلاس اول، اینجا کلاس دوم، اینجا کلاس سوم. خب بچه‌ها کلاس اولیه 60 نفر هستن، هر 10 نفری هم با یه لبخند باید نشون داده بشه. پس برای کلاس اول ما باید 6 تا لبخند بذاریم. 1 2 3 4 5 6. برای کلاس دوم 40 نفر، پس 4 تا لبخند میذاریم. 2 3 4. و کلاس سوم 80 نفرن، 8 تا لبخند باید بذاریم. 1 2 3 4 5 6 7 8. دو تاشون رو بالا گذاشتم چون جا نمیشه، من بازم مجبور شدم نقاشی بکشم. خیلی خوب، اینم از سوال دوم. سوال سوم گفته که با توجه به نمودار جدول داده ها رو کامل کنه. خب بچه ها نمودارمون یه نمودار خط شکسته هست، حالا جدول رو میخوایم با هم دیگه کامل کنیم. جدولمون اینجا زمان رو نوشته، اینجا درجه حرارت، توی ساعت 6 صبح درجه حرارت بوده، توی 6 صبح بوده 20 درجه، توی 9 صبح درجه حرارت شده 25 درجه، ظهر درجه حرارت شده 30،
ساعت 3 بعد از ظهر درجه حرارت شده 35 و ساعت 6 بعد از ظهر درجه حرارت کم شده و دوباره به 20 رسیده. این هم از این جدولی که باید پر کنیم. حالا گفته با توجه به نمودار تغییر دما رو توصیف کنید. بچه ها توی نمودار شما دارید واضح میبینید که از ساعت 6 صبح هرچی که جلوتر رفتیم دما داره گرم و گرم و گرمتر میشه تا ساعت 3 بعد از ظهر و از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد دوباره دما داره کاهش پیدا میکنه و کمتر میشه. پس اینم از تفسیر این نمودار. حالا گفتیم تغییر دما بین کدام ساعت ها بیشتر بوده؟ تغییر دما بچا بین ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر بیشترین تغییر رو داشتیم. یه دفعه کاهش خیلی خوبی پیدا کرده، خنک‌تر شده. یعنی از 35 درجه یه دفعه رسیده به 15 درجه، به 20 درجه، یعنی 15 درجه کاهش داشتیم. پس گفته تغییر دما بین کدام ساعت ها بیشتر بوده؟ بین ساعت 3 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر. این نمودار مربوط به کدام فصل سال است؟ چرا؟ به نظر میاد مال تابستون باشه دیگه، هوا گرمه، هوا تازه صبح ساعت 6-20 درجه، ساعت 3 بعد از ظهر 35 درجه میرسه، غالبا مال تابستونه. سال 4 رو با هم ببینیم. گفته دانش آموزان اول تا سوم چند تا دبیرستان پولی رو برای جشن نیکوکاری جمع آوری کردن. حالا با 4 تا نمودار مختلف نشون دادیم. کدوم نمودار برای این موضوع مناسب تر هست؟ بچه ها دبیرستان شهید مهدوی اومده به صورت تصویری نمایش داده. کلاس اول هر مربعی هم نشون داده 1000 تومنه. کلاس اولیاش 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هزار تومن جمع کردن. کلاس دومیاش 1, 2, 3, 4, 5, 6 هزار تومن. کلاس سومیاش 10 هزار تومن. دبیرستان شهید مهدوی اومده به صورت نمودار دایره‌ای نشون داد. یعنی از این نمودار شما متوجه میشید کلاس اول و سوم تقریبا کلاس سوم بیشتره پول رو جمع آوری کرده، بعد کلاس اول، بعد کلاس دوم. شهید نوری اومده ستونی نمایش داده و توی ستون مشخصه کلاس اول 80 هزار تومن، کلاس دوم 60 هزار تومن و کلاس سوم 100 هزار تومن جمع کردن. و که دبیرستان شهید احمدی هم کلاس اول 8 به صورتش خط شکسته مشخص کرده، کلاس اول 80، کلاس دوم 60، کلاس سوم 100 هزار تومن. حالا گفته که دانش آموزان با 4 تا کدام نمودار برای این موضوع مناسب تر است؟ چرا؟ بچه ها ببینید خیلی اینجا مهم نیست که تغییرات رو که نخواسته به ما نشون بده تغییری وجود نداره. کلاس اولی ها برای خودشون، دومی ها برای خودشون، سومی ها برای خودشون اومدن جمع کردن، حالا پرداختن برای اون جشنه. یعنی نبوده یه چیزی پایین بالا بخواد بشه، یه چیز واحد نبوده. که ببینید ما وقتی نمودار خط شکسته رو استفاده میکنیم، مثلا قیمت طلا امروز اینقدر، فردا میاد پایین، پس فردا میره بالا، همون یکی هست که داره جابجا میشه. یا قد یه دانش آموز همون یکی هست، مثلا وقتی به دنیا میاد 50، وقتی که یه ساله میشه مثلا میشه 80، دو ساله میشه 90. یه قد داره پایین بالا داره، مثلا بالا میره یا ثابت میمونه. اینجا نه، اینجا بچه های کلاس اول پول جدا جمع کردن، دوم جدا، سوم جدا جمع کردن. پس نمودار خط شکسته اینجا برای ما مهم نیست. نمودار دایره‌ای هم کل پول رو که اینجا به ما نگفته، حالا خیلی هم مهم نیست. یعنی برای من که از بیرون نگاه میکنم مهم اینه که ببینم کلاس اولی ها چقدر پول داشتن، دومی ها چقدر، سومی ها چقدر پول جمع کردن. این نمودار به من نشون نمیده که چی، یعنی کد پول رو به من ندادن که من بیام حالا درصد حساب کنم بگم اینقدرش مال اول شد، اینقدر دوم شد، اینقدر سوم شد. بهترین نمودار نمودار دبیرستان شهید مهدویه.
البته بچه ها، نمودار ستونی و تصویری در یه موضوع رو به ما نشون میده، اما معمولا از تصویری کمتر استفاده میشه، بیشتر از نمودار ستونی استفاده میشه. پس بهترینش همین نمودار هست که دبیرستان شهید نوری به ما نشون داده. خب دختره عزیزم، تمرین صفحه 117 هم تموم شد. امیدوارم شما این تمرین رو انجام داده باشید و الان فقط با هم یعنی من که می نویسم شما چک کنید ببینید درست هستن یا نه. بریم سراغ تمرین های صفحه 120. تمرین صفحه 120 بچه ها، اولیش گفته برای هر یک از موارد زیر یک مثال بزنید. الف، اتفاقی که احتمال رخ دادن آن صفر است. احتمال رخ دادن آمدن مثلا سه شنبه و قبل از مثلا دوشنبه. هیچ وقت سه شنبه قبل از دوشنبه نمیاد، البته تو یک هفته نمیگه سه شنبه هفته قبل، خب قبل از دوشنبه هفته بعد، نه در یک هفته. آمدن سه شنبه قبل از دوشنبه در یک هفته. قید کنیم که بعضیاتون ایراد نگیرید. به اتفاقی که احتمال رخ دادن هم یک دوم باشد، آمدن رو در پرتاب سکه، آمدن عدد زوج در پرتاب تاس. اینا همشون یک دوم. جیم، اتفاقی که احتمال رخ دادن آن یک باشد، یعنی یه اتفاق حتمی، مثلا آمدن عدد کمتر از هفت در پرتاب تاس. این از سوال یک. سوال دو، گفته احتمال رخ دادن هر اتفاق را با قرار دادن یک نقطه روی پاره خط مقابل آن نشان دهید. الف، تاس می اندازیم عدد 9 بیاد. خب بچه ها، قسمت الف روی پاره خطی که نشون داده از 0 تا 1 اومده، اون رو به حساب مدرج کرده. خب شما وقتی یه تاس رو میندازید هیچ وقت اتفاق نمیفته که عدد 9 بیاد، پس میشه 0. اینجا به تاس میاندازیم عدد 6 بیاد، خب احتمالش 1/6 دیگه، از 0 تا 1/6 بچه ها، اگه اینجا نصف باشه یعنی 1/3 1/6 تقریبا اینجا میشه 1/6. قسمت جیم گفته تاس میاندازیم عدد زوجی بیاد. عدد زوج بچه ها، وقتی شما یه تاس رو میندازید، وقتی یه تاس رو میندازید ستاش زوج ستاش فرده، یعنی که نصف نصف میشه، پس احتمال آمدن زوج 1/2 و اینجا هست. قسمت دار، تاسی می اندازیم عدد کوچکتر از 7 بیاد. قسمت دار رو همین پایین می نویسم، از 0 تا 1. خب بچه وقتی تاسو پرتاب می کنیم حتما عددش از 1 کمتره دیگه، پس یه اتفاق حتمی هست، پس میشه عدد 1. سال سوم رو با هم دیگه ببینیم. سوال سوم گفته که احتمال ایستگاه یه چرخنده بچه جلوش گذاشته، چرخنده رو بچه به اون بالاشو به سه قسمت، یه قسمتش سفیده، یه قسمت قرمزی، یه قسمت نارنجی، اون پایینم قاعدتا ما باید به سه قسمت تقسیم کنیم که همه قسمت‌های این با هم برابر باشه و سه قسمتش هم آبیه. احتمال ایستادن عقربه چرخنده مقابل روی رنگ قرمز چقدره؟ بچه‌ها کل حالت‌هاش
شیش تاست، به شیش قسمت اون چرخنده ما تقسیم شده. از این شیش قسمت یک قسمت مطلوبه، یعنی همون رنگ قرمز، پس میشه یک شیشو. سال چهارم، در هر کیسه فقط یک مهره سیاه وجود دارد و بقیه مهره ها سفید هستند. یعنی بچه اون کیسه اول کوچیکه 10 تا مهره داره، یکی سیاهه، 9 تاش قرمز چیزه سفیده. تو 100 تا هم یه دونه سیاهه، 99 تا سفید. تو 1000 تا هم یه دونه سیاهه، 999 تا سفیده. از هر کیسه یک مهره را به صورت تصادفی بیرون آوردیم. احتمال بیرون اومدن مهره سیاه از هر کدام از احتمال بیرون اومدن مهره سیاه از کدوم کیسه بیشتر؟ چرا؟ خب بچه از کیسه شماره یک کمترین میشه 1/10، از کیسه شماره 2 1/100، از کیسه شماره 3 1000. خب کدوم از همه بیشتره؟ کیسه شماره 1، یعنی کدوم؟ همون کیسه که 10 مهره دارد. خیلی کم میشه 1000 تا مهره توی یک کیسه، 999 تاش سفید، یه دونه سیاه. حالا این وسط ما دست بودم یه سیاه بیاد بیرون، خب احتمال خیلی کمیه دیگه. 5 اینم که بین 3 و 4 هم خطمون بکشیم. با قرار دادن علامت کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر احتمال وقوع اتفاقها رو با هم مقایسه کنید. اولی گفته تاس 1 یا 2 بیاید، تاس 1 یا 2 بیاید. این طرفش هم میخواد مقایسه کنه با اینکه تاس 3 بیاید. خب بچه ها اینجا مطلوب برای ما 2، ببینید تاس که کلن 6 تا کل حالت باشه، اینجا 1 یا 2، یعنی 2 تاش برای من مطلوبه، اینجا فقط 3 مطلوبه، میشه 1/6. حالا کدوم بزرگتره؟ خب قاعدتا 2/6 بزرگتره. بعدی گفته تاس عددی کمتر از 4 بیاید، تاس عددی کمتر از 4 بیاید. اینو میخوان مقایسه کنه با تاس 4 یا 5 بیاید، تاس 4 یا 5 بیاید. بچه باز مخرجا 6ه، چون تاس رو پرتاب میکنه، کل حالتهای ممکن 6ه. اینجا مطلوب برای ما 4 یا 5، دو حالتش مطلوبه، پس میشه 2/6. اینجا کمتر از 4، یعنی 1 مطلوبه، 2 مطلوبه، 3 مطلوبه، پس 3 حالتش مطلوبه. حالا کدوم بزرگتره؟ قاعدتا 3/6 بزرگتره. و بالاخره سال 6 گفته در شکل زیر 2 هدف تیراندازی میبینید، 1 تیر به سمت هر یک از این هدف ها پرتاب میکنید. فکر میکنید احتمال خوردن تیر به رنگ قرمز در کدام هدف بیشتره؟ بچه ها ببینید چرخنده سمت چپ 4 قسمت شده، 2 قسمتش قرمزه، 2 قسمتش آبیه. چرخنده سمت راست باز 4 قسمت شده، 2 قسمت آبی، 2 قسمت قرمز. توی هر دوتاشون بچه ها احتمال خوردن تیر به رنگ قرمز میشه، این کجا بنویسم؟ میشه 2/4. تو اولی، تو بعدی هم 2/4، یعنی احتمال خوردن تیر به رنگ قرمز تو هر دوتاشون با هم مساوی و برابر با 1/2 میشه. خب عزیزای من این سفر تموم شد. با چه سرعتی ما داریم پیش میریم؟ خب بریم سراغ صفحه 123. تا من سخته رو پاک میکنم شما یه نفس بکشید. یه نفس عمیق منظورم بود، خستگی تو در بره. خب تمرین صفحه 123. توی اولین تمرین صفحه بچه ها گفته عقربه چرخنده روبرو را میچرخانیم، احتمال ایستادن عقربه روی کدام رنگ بیشتر هست؟ چرا؟ بچه ها احتمال اومدن روی آبی، من همه رو براتون می‌نویسم.
کل حالتاش چهار قسمت شده. روی آبی پس با احتمال یک چهارم. با احتمال روی قرمز بچه ها باز کل حالت ها چهاره، دوتاش قرمزه و احتماله که روی سفید هم وایسته یک چهارم هست. حالا از این کدوم از همه بیشتره؟ قاعدتاً رنگ قرمز. چراش هم که خب همین توضیح است که من اینجا براتون گفتم. بعدیش گفته در یک کیسه چهار مهره آبی و یک مهره قرمز داریم. پس چهار مهره آبی، یک مهره قرمز. حالا گفته یک مهره را به طور تصادفی بیرون میاریم، رنگمون رو یادداشت میکنیم، به کیسه برمیگردونیم. میخوایم این آزمایش رو 20 بار انجام بدیم. آیا میتونیم پیش از انجام کار مشخص کنیم که در چه کسی از آزمایش ها مهره آبی بیرون میآید؟ چرا؟ بچه ها ببینید، ما چهار توی این کیسه چهار تا مهره آبی داریم، یه مهره قرمز داریم. پس من اگه بخوام احتمال بیرون اومدن آبی رو مشخص کنم، بیرون آمدن رنگ آبی، تعداد کل مهره ها 5 تاست. از این 5 تا رنگ آبی یعنی مطلوب ما 4 تاست. پس 4/5 مواقع آبی میاد. حالا چند بار میخوایم این آزمایش رو انجام بدیم؟ 20 بار. 4/5 رو ضرب در 20 میکنیم میشه؟ یعنی ما میتونیم حد بزنیم تو این 20 بار 16 دفعه آبی بیرون بیاید. البته بچه ها ببینید، این به صورت ریاضی داره به ما اینو میگه. ممکن شما آزمایش بکنید واقعا 16 بار بیرون نیاد، 15 بار آبی بیرون بیاد، نمیدونم 5 بار قرمز بیرون بیاد، یعنی دقیق 16 نشه، ولی هول و هوش همین 16 رو ما حدس میزنیم که اتفاق بیفته. یه چیزی بچه ها داره به اسم امید ریاضی که حالا انشالله سالهای بعد یعنی دوره دبیرستان دانشگاه میخونید. امید ریاضی به ما میگه که ما انتظاری که ما داریم، انتظارمون اینه که از 20 بار 16 بار بیرون بیاد، ولی ممکنه انتظار ما برآورده نشه به طور کامل. سال سوم صفحه 123 گفته یک تاس را 20 بار پرتاب کرده و نتیجه آزمایش ها را در جدول یادداشت کرده. بچه جدول رو شما دارید میبینید، من شمردم دیدم تاسه شماره 1 2 بار اومده، شماره 2 4 بار، 3 و 4 هم هر کدوم 4 بار، شماره 5 5 بار اومده و شماره 6 1 بار بیشتر نیومده. بذارید من شماره 5 یه بار دیگه بشمارم، 1 2 3 4 5 بار. بله درسته. خب حالا گفتن یا میتوانید بدون اول پرسیده هر یک از عددهای روی تاس در چه کسری از آزمایش ها آمدن. خب بچه ها کسر عدد شماره 1 در 2 20، از 20 بار، از 20 باری که ما تاس رو پرتاب کردیم 2 دفعش عدد 1 اومده. 4 20 مربوط به عدد شماره 2، 4 20 مربوط به عدد شماره 3، برای 4 هم باز 4 20، برای 5 5 20 و برای 6 1 20. این عددهای مربوط به کسرهای این عددها، باز میخوام کسرهای مربوط به این آزمایش. حالا گفتیم آیا میتونید بدون محاسبه حاصل جمع این کسرها رو به دست بیارید؟ بچه قاعدتا جمع همه اینها باید بشه 20، یعنی من باید بگم بله میشه 20 20 یا عدد 1. چرا 20 20؟ چرا؟ چون ما 20 بار اومدیم تاسو پرتاب کردیم، حالا از این 20 بار 2 دفعه 1 اومده، 4 دفعه 2 اومده، 4 دفعه 3، 4 دفعه 4، 5 دفعه 5، 1 دفعه 6، همشون روی هم باید بشن همون 20 دفعه که تاس رو پرتاب کردیم. پس میشه 20 20 که برابر با 1 میشه. سوال بعدی گفته که سوال چهارم رو با هم ببینیم. گفته الف انتظار دارید در 1000 بار پرتاب تاس تقریبا چند بار عدد 1 مشاهده بشه؟ بچه ها احتمال مشاهده شدن عدد 1 یا هر کدوم از عددهای روی تاس میشه 1/6. حالا چون 1000 بارم پرتاب میکنیم
میشه 1006. 1006 تقریبا میشه به طور تقریبی میشه 166 مرتبه. بچه‌ها یعنی ما انتظار داریم که اگر یه تاس رو 1000 بار پرتاب کنیم 166 مرتبه عدد 1 مشاهده بشه. گفتم توی سوال قبلی بحثی داریم به نام امید ریاضی، یعنی امید ما، انتظار ما این هست، ولی ممکن انتظار ما برآورده بشه، ممکن نشه، ولی میدونیم که هولوهوش همین 166 تا، حالا ممکن 160 مرتبه، ممکن 175 مرتبه شما ببینید عدد 1 رو، ولی نزدیک همین عدد 166 ه. یعنی ما دیگه انتظار نداریم وقتی 1000 بار یه تاس رو پرتاب میکنیم مثلا 10 دفعه عدد 1 مشاهده بشه. نه، خب خیلی عدد 10 دفعه با 166 مرتبه خیلی تفاوت داره. یه چیزی هولوهوش همین عدد انتظار داریم که به حساب وجه شماره 1 رو ما ببینیم. به گفته انتظار داره در 1000 بار پرتاب تقریبا چند بار عدد زوج ببینید. بچه ها از 6 باری که 6 وجهی که تاسه ما داره 3 وجهش عدد زوجه، 2 4 و 6ش عدد زوج است. پس 3 ششمشون میشه زوج، یا به عبارتی 3 ششم سادهش کنیم میشه 1 دومشون. ضرب در 1000 باری که پرتاب میکنیم میشه 500 مرتبه. باز میگم انتظار داریم که 500 مرتبهش عدد زوج مشاهده بشه، ولی معمولا حالا دقیق 500 مرتبه نمیشه، ولی نزدیک همین میشه، مثلا 490 بار، 500 رو چه میدونم 15 بار، ولی دیگه یه عدد خیلی پرت از این، خیلی فاصله داشته باشه از 500 رو دیگه ما انتظار نداریم ببینیم. سوال 5 گفته چرخنده مقابل رو طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید برابر با صفر باشه. یعنی ایستادن عقربه روی رنگ سفید غیر ممکن باشه. خب بچه ها چرخنده رو چجوری رنگ کنیم که سفید با قول معروف رو روی سفید وای نسته؟ حتی اگه یه قسمت اینم سفید باشه ممکنه روی اون یه قسمت عقربه وایسه. پس در شرایطی وایستادن روی سفید غیر ممکن میشه که اصلا رنگ سفیدی وجود نداشته باشه. یعنی ما چرخنده رو باید با رنگهای دیگه رنگ کنیم، همش رو، حالا با قرمز، سبز، هر چند تای دلمون خواست، ولی هیچ کدوم از این قسمت ها سفید نباید باشه. پس میگیم هیچ قسمت از قسمت های چرخنده نباید سفید باشد. سوال ششم، عقربه چرخنده مقابل رو میچرخونیم. بچه چرخندهش رو خودتون نمایشش رو دارید میبینید. حالا احتمال ایستادن عقربه روی هر یک از عددا رو شما اینجا بنویسید. پس این سوال ششم هست. احتمال یک، احتمالی که روی یک وایسته بچه ها، یک رنگ نارنجی دو بار به حساب اینجا رنگ شده، دو تا از این قسمت ها رنگ نارنجی شدن، پس میشه 2/10. احتمال اینکه 2 مشاهده بشه، 2 بچه ها یک بار بیشتر نیست، 2 رنگ سبز هست، یه بارم بیشتر مشاهده به حساب یک قسمت هم بیشتر سبز نشده، پس میشه 1/10. احتمال اینکه 3 رو ببینیم، 3 رنگ زرده، یک قسمت بیشتر زرد نیست، پس 1/10. احتمال 4 رو به ما توی کتاب نگفته ولی ما مینویسیمش، 4 بچه اون بنفشه 4 دیگه، 3/10 میشه رنگ بنفش. احتمال 5، 5 کدوم رنگه؟ اون رنگ آبیه، یه قسمت هم بیشتر آبی نشده، پس 1/10. احتمال 6، احتمال 6، 6 رنگ قرمز میشه 1/10. و بالاخره احتمال 7، 7 هم کدوم رنگه؟ هفتون رنگ آبی کم رنگه هست که یک قسمت هم بیشتر رنگ نشده، پس میشه 1/10.
حالا قسمت به گفته اگر هزار بار عقربه را به چرخانیم انتظار داریم عقربه تقریبا چند بار روی عدد سه بیاد؟ بچه احتمال عدد سه یک دهمه. پس من یک دهم رو ضرب میکنم در هزار باری که چرخنده رو داریم میچرخونیم. این قسمت الف سوال شیش بود. قسمت بش رو اینجا می نویسیم. هزار باری که داریم عقربه رو چرخنده رو می چرخونیم ضرب می کنیم در احتمال اینکه عدد سه بیاد. عدد سه با احتمال یک دهم می اومد. پس ما انتظار داریم صد دفعه عدد سه مشاهده بشه. یعنی رنگ شماره سه مشاهده بشه. قسمت جیم گفته اگر هزار بار عقربه رو به چرخانیم انتظار داریم عقربه تقریبا چند بار روی عدد چهار قرار بگیره. بچه ها احتمال چهار سه دهم بود. هزار بار که میچرخونیم ضرب در سه دهم میکنیم میشه 300 دفعه. یعنی انتظار داریم از هزار دفعه که اومدیم این چرخنده رو چرخوندیم 300 دفعه روی رنگ بنفش، یعنی روی رنگ شماره چهار این چرخنده عقربه وایسته. خب دخترای عزیزم سوال بریم سراغ تمرین های ترکیبی صفحه 124. تمرین های صفحه 124 گفته یه تاس رو 10 بار پرتاب میکنیم و نسبت دفعاتی که عدد زوج آمده به کله به تعداد کل آزمایش ها رو پیدا کنید و با یک کس نمایش بدید. فرض کنید اون آزمایشی که من انجام دادم به این ترتیب هست. تاس شماره یک مثلا یک بار اومده. تاس شماره دو باز یک بار اومده. تاس شماره سه فرض کنید دو بار اومده. تاس شماره چهار دو بار اومده. تاس شماره پنج دو بار اومده. تاس شماره شیش هم دو تا شیش هشت اونم دوباره. یا اصلا فرض کنید تاس شماره یک اصلا نیومده، این در عوض سه بار اومده. خیلی خوب، حالا ما میخوایم ببینیم که چه کسری زوج اومده. زوج ها یعنی دو، چهار، شیش. دو دو مرتبه اومده، چهارم دو یه مرتبه اومده، چهار دو مرتبه اومده و شیش سه مرتبه اومده. میشه به کل تعداد دفعاتی که ما اومدیم و پرتاب کردیم شیش دهم. پس این کسر ما شیش دهمه. حالا اومده یه سوال پرسیده، گفته این بچه وقتی آزمایش انجام دادم این اتفاق افتاده، ولی خودش گفته احتمال زوج بودن عدد روی تاس را محاسبه کنید با یک کس دیگه نشون بدید. خب زوج ها بچه ها چند تا هستن؟ نصفشون دیگه زوج میشه، درسته؟ یعنی از تعداد شیش حالت که وجه های تاس دارن سه تاشون زوج هست، پس میشه یک دوم. این کس رو هم من ساده بکنم، شیش دوم رو ساده بکنم میشه سه پنجم. خیلی خوب، حالا گفته که آیا دوتا کس همیشه با هم برابر هستن؟ شما دارید میبینید نه، احتمالی که از لحاظ ریاضی به دست میاد یک دوم شده، اون چیزی رو که من با آزمایش به دست آوردم سه پنجم شده. پس همیشه اینها با هم برابر نیستن، میتونن یه وقت شانسی برابر بشن ولی احتمال این که برابر نشن هم زیاده. خب آیا ممکن بود این دوتا کس با هم برابر بشن؟ آره ممکن بود. یعنی اگر اینجا بچه ها هر کدوم دو دفعه اومده بود، یا نه مثلا این یه دفعه اومده بود و اینم دو دفعه اومده بود، فکر کنم دیگه با هم برابر میشدم. آره اون چیزی که من اول دفعه میخواستم بذارم. آیا میتونیم بگیم که وقتی تعداد آزمایش ها زیاد میشه انتظار داریم که این دوتا کس تقریبا برابر بشن؟ بله بچه ها، ببینید هر چقدر که تعداد یک آزمایش زیاد و زیاد و زیادتر بشه، تعداد تکرارش معمولا به اون عددی که از لحاظ ریاضی به دست میاد نزدیک و نزدیکتر میشه، آزمایش ما دقیق تر میشه. خیلی خب دخترای من،
کتاب ما تموم شد و دیگه چیزی از این فصل نمیخوام براتون بگم، چون فصل خیلی ساده ای بود. یه چند نفرتون اشکال که توی گروه واتساپ از من پرسیدید، گفتید قسمت جذر و ریشه خوب براتون جا نیفتاده. من سعی میکنم این چند دقیقه که زمان دارم یه مقدار در مورد جذر و ریشه براتون صحبت کنم. یه لحظه اجازه بدید من ببینم چقدر زمان دارم. پس بچه ها یه مرور میخواییم داشته باشیم روی قسمت جذر و ریشه. دختر من دقت بکنید، من میگم عدد 5 به توان 2 مساوی با 25 میشه. یادمون هست که 25 رو میگفتیم مجذور عدد 2. گفتیم وقتی عدد رو به توان 2 برسونیم، اون عددی که به دست میاد میگیم مجذور. 25 رو ما اینجا میگیم مجذور عدد 2. در عوض 5 رو میگیم جذر عدد 25. از میخوام 25 رو میگیم مجذور عدد 5 و در عوضش 5 رو میگیم جذر عدد 25. بچه ها هر عدد مثبتی که شما در نظر بگیرید دو تا ریشه داره، یه ریشه مثبت داره یه ریشه منفی داره. پس هر عدد، یعنی الان شما 25، همین 25 رو در نظر بگیرید، 5 الان ریشه دوم مثبتش هست. در ضمن من میتونم منهای 25 رو به توان منهای 5 رو به توان 2 برسونم، میشه عدد 25. به عبارتی هم 5 ریشه 25 هست، هم منفی 5 ریشه 25 هست. پس هر عدد مثبتی دو تا ریشه داره، یه ریشه مثبت یه ریشه منفی. یه مثال دیگه ببینید، 3 به توان 2 میشه 9. پس 3 ریشه 9 هست. از طرفی بچه ها منفی 3 هم به توان 2 میشه عدد 9. پس منفی 3 هم ریشه عدد 9 هست. پس 9 هم دو تا ریشه داره، یه ریشه مثبت یعنی 3، یه ریشه منفی یعنی منفی 3. حالا اینا رو من ریشه ها رو چجوری نشون میدم؟ مثلا میخوام ریشه مثبت 25 رو نشون بدم. ببینید اینجوری نشون میدم، این خونده میشه ریشه، چون پشتش هم علامت مثبته، خونده میشه ریشه مثبت عدد 25 چند بود؟ 5 بود. ریشه منفیش اینجوریه، یه منفی میذاریم پشتش، این خونده میشه ریشه دوم منفی عدد 25 که میشه منفی 5. برای نو ببینید ریشه دوم، ببینید ریشه دوم مثبت عدد 9 میشه عدد 3. برای ریشه منفیش اینجوری میگیم ریشه دوم منفی عدد 9 که میشه منفی 3. یه عدد دیگه در نظر بگیرید، مثلا عدد 6 به توان 2 میدونیم میشه 36، در ضمن منفی 6 هم به توان 2 باز میدونیم میشه عدد 36. پس ریشه دوم مثبت عدد 36 میشه عدد 6 و ریشه دوم منفی عدد 36 میشه عدد منفی 6. به این ترتیب شما دارید با ریشه دوم هر عدد آشنا میشید. اما بچه ها یه سری عددهای ما هستن که ما میتونیم به راحتی ازشون ریشه بگیریم. مثلا 25، شما میدونید که 5 5 تا میشه 25 تا، پس ریشه 25 به راحتی پیدا میشه میشه عدد 5. یا 9، شما میدونید که 3 3 تا میشه 9 تا، پس 9 ریشه 9 میشه عدد 3. یا 6 6 تا میشه 36 تا، پس به راحتی میتونید جذر 36 رو حساب کنید. به این عددهایی که به این ترتیب هستن ما میگیم مجذور کامل. عددهای مجذور کامل رو بهتون گفتم و گفتم که حفظشون کنید. اینجا من براتون
سریع اونا یه بار سریع می نویستم شد. پس مزدورهای کامل این عدد ها هستن که براتون می نویستم. بچه ها عدد یک مزدور کامله و جذر یک میشه خود یک. عدد چهار مزدور کامله و جذر چهار میشه عدد دو. ببین بچه در مورد ریشه دوم مثبتش رو دارم صحبت میکنم ها. اینجا هیچ علامتی نیست، اگه منفی بود اینجا شما باید منفی میذاشتید. نو هم مزدور کامله، جذر نو میشه سه. شانزده مزدور کامله، جذر شانزده میشه عدد چهار. 25 هم عدد کامل، مزدور کامل، جذر 25 میشه 5. 36 مزدور کامل، جذر 36 میشه عدد 6. 49 مزدور کامل، جذر 49 میشه عدد 7. 7 میشه 49 تا. 64 مزدور کامل، جذر 64 میشه 8. 81 مزدور کامل، جذر 81 میشه 9. 100 مزدور کامل، جذر 100 میشه 10. 121 مزدور کامل، جذر 121 میشه 11. 144 مزدور کامل، جذر 144 میشه عدد 12. 169 مزدور کامل، جذر 169 میشه عدد 13. 196 مزدور کامل، جذر 196 میشه عدد 14. و به همین ترتیب تا همینجا هم شما یاد میگیرید 15 به عهده خودتون. خب بعد شما ببینم میگه مزدورهای کامل، یعنی اگه یه جا من به شما گفتم جذر مثلا 81 چی میشه، شما به راحتی میگید 9. یا ریشه دوم منفی 81 چی میشه، شما میگید منفی 9. یا جذر مثلا 196 چی میشه، اگه حفظ شده باشید میشه عدد 14. یا ریشه دوم عدد 64 چیه، شما میگید منفی 8. چرا؟ چون مزدورهای کامل رو بلدید. اما همه عددهایی که مزدور کامل نیستن و ریشه دوم عدد صحیح ندارن، یعنی ببینید مزدورهای کامل عددهایی هستن که اگه ازش رو ریشه دوم بگیریم، ریشه اونها یه عدد صحیحه دیگه، نمیشه 3 ممیز فلان، یه عدد اعشاری نمیشه. ولی اگه به شما گفتیم مثلا جذر 33 رو حساب کنید، این چه عددی میشه؟ خب شما میگه 33 یه عدد مزدور کامل که نیست، چی کارش کنیم؟ اینجا هست که باید جذر تقریبی رو یاد بگیریم. پس بحثی که فکر میکنم یه خورده توش اشکال داشتید بحث به دست آوردن جذر تقریبی بود. جذر تقریبی. تا من تخته رو پاک میکنم شما یه نفس عمیق بکشید. خب بچه ها مثلا به ما گفته جذر تقریبی رادیکال 11 رو حساب کنید. خب 11 که مزدور کامل نیست، من از اون چیزی جدولی که الان براتون کشیدم بتونم جذرش رو پیدا کنم. اینجا هست که من باید جذر تقریبی 11 رو به دست بیارم. اولی گاه هم بچه ها اینه که من ببینم رادیکال 11 بین کدوم دوتا مزدور کامل هست. همون چیزایی که الان براتون نوشتم، رادیکال 11 بچه نزدیکترینه که ازش کوچیکتر هست رادیکال 9 و بزرگ و اون چیزی که ازش بزرگتره و از همه بهش نزدیکتره رادیکال 16 است. دقت میکنید بچه ها، رادیکال 11 مثلا بین رادیکال 4 و رادیکال 25 هم هست، بین رادیکال نمیدونم 4 و رادیکال 36 هم هست. اما بحث من اینه که اونایی که از همه بهش نزدیکتر هستن رو پیدا کنم. پس بین رادیکال 9 و رادیکال 16 قرار میگیره. خب رادیکال 9 میدونم چه عددیه؟ جذر 9 میشه 3 و جذر 16 میشه 4. تا اینجا من متوجه شدم که رادیکال 11 یه عددی هست تو بازه 3 و 4، بین 3 و 4 قرار داره. و
حالا میخوام یکم دقیق‌تر ببینم تقریبا چند میشه. اینجا هست که میام یه جدول تشکیل میدم، اینجا مینویسم عدد، اینجا مینویسم مجذور عدد. خب حالا از چه عددی شروع کنیم؟ بچه ها 11 به 9 نزدیک‌تره یا به 16؟ فاصله 9 تا 11 دو واحده، فاصله 11 تا 16 4 واحده، 5 واحده. پس 11 به 9 نزدیک‌تره. برای همین من وقتی میخوام توی جدول شروع کنم از جذر 9 یعنی از عدد 3 شروع میکنم، میرم جلو، گام به گام میرم جلو. خب یه دهم به 3 اضافه میکنم میشه 3 و 1 دهم. با ماشین حساب 3 و 1 دهم مجذورش رو پیدا میکنم میشه 9 ممیز 61. خب 9 ممیز 61 تا عدد 11 هنوز خیلی فاصله داره، پس یه گام میرم جلو. 3 ممیز 2 رو در نظر گرفتم، یه دهم دیگه به 3 ممیز 1 اضافه میکنم، 3 ممیز 2 رو در نظر میگیرم. توی ماشین حساب 3 ممیز 2 رو به توان 2 میرسونم، یا به صورت دستی 3 ممیز 2 رو یه بار تو خونه ضرب میکنم، عدد 10 ممیز 24 رو به من میده. خب حالا 10 ممیز 24 به 11 نزدیکتر شد، بهتر شد، ولی یک گام دیگه برم جلو ببینم چه عددی رو به من میده. پس 1 1/10 دیگه به این اضافه میکنم میشه 3 ممیز 3 دهم. به قول معروف توان 2 3 و 3 دهم رو حساب میکنم شد 10 و 10 ممیز 89. خب خیلی خوب شد، خیلی 11 نزدیک شد. بچه ببینیم، ما میخواستیم جذر 11 رو حساب کنیم، این عدد خیلی به 11 نزدیک شد. حالا یکی دیگه هم پیش میریم ببینیم که آیا اون نزدیکتره یا نه، اون دیگه دوباره از 11 فاصله میگیره. 3 ممیز 4 میشه 11 ممیز 56. میبینیم نه دیگه از 11 خیلی فاصله گرفت، پس این عدد نزدیکترین عدد به 11 هست. پس من میتونم بگم جذر 11 تقریبا میشه عدد چی؟ 3 ممیز. یه مثال دیگه بچه‌ها ببینید، مثلا می‌خوایم رادیکال 46 رو حساب کنیم. رادیکال 46، خب 46 باز مجذور کامل نیست، باید ببینم رادیکال 46 بین کدوم دوتا عدد کامل هست. می‌بینم که بین رادیکال 36 و رادیکال 49 هست. بچه ها باز تکرار میکنم اون مجذورهای کاملی که بهتون گفتم و حتما باید حفظ بشید. پس حالا ریشه دوم 36 6 و ریشه 46 از میخوام، ریشه دوم 49 هم 7. تا اینجا متوجه شدم رادیکال 46 یه عددی هست بین 6 تا 7، خب تو بازه 6 و 7 قرار گرفت، خوب شد. اما میخوام یه مقدار دقیق تر پیش برم، حالا با یه تقریب بهتری به دستش بیارم. نگاه میکنم، پس اینجا باز یه جدول این بالا مینویسم، اینجا مینویسم عدد، اینجا مینویسم مجذور عدد. ببینم 46 به 36 نزدیکتره یا به 49. میبینم خب تا 36 10 تا فاصله داره، تا 49 3 تا فاصله داره، پس به 49 نزدیکتره. پس من از جذر 49 یعنی 7 شروع میکنم، ولی چون تو ببینید این رادیکال بین 6 و 7 قرار گرفته، رادیکال 46 توی این باز است، من چون میخوام از 7 شروع کنم، از سقف بالا شروع کنم، شروع میکنم به 1 دهم کم کردن، یعنی اول عددی که در نظر میگیرم 1 دهم از 7 کوچیکتر باشه، یعنی 6 ممیز 9 رو در نظر میگیرم. مجذور 6 ممیز 9 رو که پیدا کنم میشه 47 ممیز، اجازه بدید، 47 ممیز 61. خب 47 ممیز 61 رو من بیام با 46 مقایسه کنم، هنوز تا 46 فاصله داره، یکم دیگه پیش برم ببینم چیه. پس این الان اینجا 6 ممیز 9 رو حساب کردم، خیلی چیز خوبی نشد. میام یه گام قبل‌تر، 1 دهم ازش کم میکنم به قبل‌تر، یعنی 6 ممیز 8 رو حساب میکنم. 6 ممیز 8 رو در نظر میگیرم، مجذورش رو به دست میارم، میشه 46 ممیز 24.
خب خوب شد، به 46 نزدیک تر شد. حالا یه گام دیگه هم عقب تر میام، مثلا 6 ممیز 17 هم رو هم حساب میکنم ببینم آیا اون نزدیک تر یا نه، همین بهتره برای ما. 6 ممیز 17 هم رو هم می نویسم و مجزورش رو به دست میارم. مجزورش میشه 44 ممیز 89. نه تا با 46 خیلی دیگه فاصله گرفت، پس بهترینش همین هست اینجا. و من از این نتیجه میگیرم که رادیکال 46 تقریبا برابر هست با 6 ممیز 18. خب بچه ها اینم از بحث جذر تقریبی. دیگه فکر کنم چیز خیلی خاصی ما برای این قسمت نداریم. خیلی خوب دخترای عزیزم، بحث ما تموم شد، کتابمون تموم شد، شکر خدا. حالا با توجه به تمام مشکلاتی که متاسفانه این اواخر پیش اومد، ما نتونستیم به صورت حضوری در خدمت شما باشیم، مجبور شدیم به این ترتیب کارمون رو ادامه بدیم. حالا امیدواریم که شما بتونید استفاده کنید. البته نیاز هست شما پشتکار بیشتری داشته باشید، تلاش بیشتری انجام بدید، چون به هر ترتیب شما وقتی تو کلاس بودید جو طوری بود که بهتر درس رو یاد میگرفتید، بهتر سمت کتاب رو میرفتید، بهتر درس میخوندید. متاسفانه حالا جوی که پیش اومده یه جو استراحت و تفریح و اینا شده، البته تفریح در خانه، بیرون از خانه نه. یه خورده سخت شده درس خوندن و کتاب باز کردن و پیگیر بودن، ولی من مطمئنم دخترای عزیز من همشون به فکر آینده خودشون هستن. میدونن که اگر اینجا خدای نکرده پایشون ضعیف بشه، برای سالهای بعد مشکل براشون پیش میاد. و من به شخصه تمام تلاشم رو کردم و همه همکارای دیگر که شما خدای نکرده مشکلی برای پایه تحصیلیتون پیش نیاد و بتونید همینجور که تا این لحظه قوی اومدید، تا موقعی که توی کلاس ها با هم بودیم، بعد از اون هم با همون پایه قوی پیش برید. من دیگه صحبتی ندارم، فقط ازتون خواهش میکنم که خوب درس بخونید، آماده بشید برای امتحان پایان ترمتون و در طول سال تحصیلی هم اگه یه وقتی تندی کردیم، اگه یه وقتی ناراحتی پیش اومده، لطفا منو ببخشید. من واقعا قصد ناراحت کردن دانش آموزم رو ندارم. اول سال بهتون گفتم، الان هم میگم همتون عین دخترای خودم هستید. ببخشید من دیگه نمیتونم ادامه بدم، دلم براتون تنگ شده. مواظب خودتون باشید، خدا نگهدارتون.